چند هفته پس از حکم دادگاه عالی هند مبنی بر لغو قانون سال 2004 و تعطیلی مدارس مذهبی در اتار پرادش با این استدلال که ادامه فعالیت این مدارس اصول سکولاریسم قانون اساسی هند را نقض می کند اکنون جامعه مسلمانان هند به ویژه معلمان مسلمان نسبت به این حکم واکنش نشان دادند با هم گزارش همکارم را ببینیم معلمان مسلمان در هند به حکم اخیر دادگاهی که بر اساس آن هزاران مدارس مذهبی را در پر جمعیت ترین ایالت این کشور تعطیل می کند اعتراض کردند. دادگاه عالی الله آباد در 22 مارس طی حکمی قانون آموزش و پرورش مدارس اوتار پرادش در سال 2004 را لغو کرد و تاکید نمود که این قانون سکولاریسم قانون اساسی هند را نقض می کند. این دادگاه همچنین دستور داد که همه دانش آموزان مدارس اسلامی در اوتار پرادش به مدارس عادی منتقل شوند. رهبران حزب حاکم بهاراتیا جاناتا بی جی پی می گویند که این تصمیم فرصتی برای دانش آموزان جامعه برای تحصیل در مدارس معمولی مدرن فراهم نموده و به نفع جامعه مسلمان خواهد بود. اما رهبران مسلمان معتقدند که این حکم سالها اصلاحاتی را که مدارس هند را به شکل مدرن درآورده و برنامه های درسی مورد تایید ملی را معرفی کرده است نادیده میگیرد. زفرال اسلام خان رئیس سابق کمیسیون اقلیت های دهلی در این زمینه اظهار داشته که حکم دادگاه ناقض مواد 29 و 30 قانون اساسی هند است که حق اقلیت های مذهبی را برای تأسیس و اداره مؤسسات آموزشی به انتخاب خود تضمین می کند. وی در ادامه افزود مسلمانان با تمام وجود از مدارس مدرن استقبال کردند و شاهد بودیم که دانش آموزان تحصیل کرده در مدارس به کارمندان، دانشمندان، پزشکان، مهندسان و دیگر متخصصان مدرن در کشور تبدیل شدند. با این حال مقام های هندی در حال تعطیل نمودن تمامی مدارس مذهبی بر خلاف میل و منافع جامعه مسلمان هستند. دادگاه عالی در حکم خود میگوید دیوان عالی بارها بر آموزش مدرن با موضوعات مدرن تاکید کرده است آموزشی که ماهیت جهانی دارد و کودک را آماده می کند تا آینده خود را روشن کند و این کشور را به جلو ببرد دادگاه در ادامه افزود برنامه درسی مدارس مذهبی مطمئنا معادله آنچه دانش آموزان در مدارس معمولی دنبال می کنند نیست و بنابراین آموزشی که در این مدارس ارائه می شود نه ماهیت کیفی دارد و نه جهانی. اما چندین معلم مدارس شناخته شده استدلال دادگاه را زیر سوال برده و گفتند که مدارس شناخته شده مذهبی آموزش های مدرن ارائه می دهند و از سال 2018 برنامه های درسی که توسط شورای ملی تحقیقات و آموزش هن نظارت می شود را تدریس کردند. گفتنیست با اجرای حکم این دادگاه تمام مدارس شناخته شده مذهبی تعطیل و حدود یک هزار معلم بیکار خواهند شد. بر اساس دیدگاه برخی از تحلیلگران اگر مدارس مذهبی تعطیل شوند قطعا میزان ترک تحصیل نیز در میان مسلمانان افزایش خواهد یافت و این مسئله مسلمانان را قربانی بیعدالتی می کند. مسلمانان هند مدت هاست که از تبعیض شکایت دارند فعالان اجتماعی در این رابطه میگویند از زمانی که دولت نخست وزیر نارندا مودی در سال 2014 به قدرت رسید، گرایش ها و اقدام ها بر ضد مسلمانان تشدید شده است.